والامتنان على حضوركم وعلى مساهمتكم في هذا المجلس التأديني الذي أغمناه على روح فقيدنا وشهيد القضية الرمز أخينا منصور الأهوازي أبو لؤي. وشكرا للحضور وشكرا للجميع. في هذا الحفل الخطابي المشاركون والضيوف من مختلف الشعوب والجنسيات كلمات مجدوا فيها نضال الشعب العربي الأهوازي، منددين بسياسات النظام الإيراني القمعي، كما ثمنوا نضال فقيدنا الرمز منصور الأهوازي الذي كان قد رهن حياته لقضية شعبنا العادلة. وتحدثت السيدة ناهيد بهمني من حزب كوملة كردستان إيران معبرة عن تضامنها مع قضيتنا العادلة بالقول: از دست دادن آقای منصور اهوازی ضایعه بزرگی بود، نه تنها فقط برای حزب همبستگی و یا برای خلق عرب، بلکه برای همگی ما ملیت‌های ایران که هم سرنوشت و هم مبارزه هستیم. بسی ناگوار بود و جای خالی ایشون رو در همه عرصه های مبارزاتی و زندگی روزانمون لمس خواهی کرد. ایشون نسل نشونه سمبول و سیمای مبارزین عرب، زنان بی حقوق، کارگران بی حق، مردم بی حق و حقوق منطقه جنوب ایران و اهواز بودند. از تمام فعالیت‌هاشون، جنب و جوش‌هاشون، احساس مسئولیتشون، تلاش‌های خستگی ناپذیر شبانه روزیشون نشون می‌دادند که چقدر نسبت به سرنوشت این ملت مسئول هستند و چقدر رسالت بزرگی رو برای خودشون پیش رو گذاشتند. من به عنوان یک فعال کومله تا اونجایی که به حزب خودم برمیگرده خاطرات شیرینی از همبستگی خلق عرب و خلق کرد به یاد دارم. از زمان فرو ریختن سیستم پادشاهی در ایران ما کماکان مردم کردستان همکاری و همیاری نزدیکی با مردم عرب داشتیم. به عنوان مثال اولین فرماندهان کومله در درون تشکیلات کومله از طرف مبارزین قدیمی با تجربه عرب آموزش دیدند و ماها همه آموزش دهندگان دست اونها بودیم. سالهای سال شهید فؤاد عرب در اولین نوروز خونین شهر سنندج در بمباران این شهر که فرمانده و استاد ما بود شهید شد. فکر میکنم این تاریخچه و این ضرورت مبارزه سیاسی امروز بسیار عمیق‌تر و عجین شده تر از اون هست که با هر سیاست اپورتونیستی و جدایی خواهانه و تفرق افغانانه بتونه ما را از هم جدا کنه. من بار دیگر آرزوی تسلی برای خانواده شهید منصور اهوازی و همه رفقا و دوستان و مبارزین راه ایشون، حزب همبستگی و ملت عرب آرزو می کنم و امیدوارم همبستگی ها بیشتر، مبارزات پربارتر و عزم ها برای آینده بهتر با هم جزم تر باشه. موفق باشه. Thank you.
ثم جاء دور السيد محمود بلجن مندوب حركة وعي أذربيجان الجنوبي الذي تحدث قائلا که در غربت فرزندی رو از دست میده که قلبش پر از عشق به وطنش بود همواره از وطنش ملتش زبانش و کلتورش صحبت کرد و برای آزادی وطنش رزمید از دست دادن چنین شخصیتی ضایعه بسیار بزرگی است شهید است چرا که ملتش ملتی مستقل نیست که بر اون مراد خودش سرنوشت خودش مثل حاکم باشد ملتش نفت و طلای سیاه را دارد اما دودش را میخورد و فرزندانش منصورهایش در غربت در عشق وطن زان میشدند و به این خاطر وقتی که در همین راه شب روزش را به خاطر وطنش میگزمد وقتی هم از ما جدا می شود ما به مثابه شهید از او یاد میکنیم چرا که در غربت همواره فقط فقط از ملت عرب گفت از مبارزه گفت و از وحدت ملت ها گفت از وحدت ملت ها در مقابل جنایات رژیم اسلامی گفت منصور